رادیو همراه، بفرمایید. سلام عرض میکنم آقای دکتر. سلام، بفرمایید. آقای دکتر، من از ایران تماس میگیرم خدمتتون راجع به رابطه که داشتم و دارم، میخوام صحبت کنم با شما. هم آشنا هستم، ویدیوهاتون رو گوش دادم و خیلی خوشحالم که میتونم صداتون رو بشنوم. من 29 لطف دارید بفرمایید. زنده باشید. و من 29 سالمه و فرزند چهارمم. بخشتن که هم استرس دارم. از چند تا فرزند چهارمی؟ از چند تا خواهر و برادری؟ یعنی فرزند آخر. پس بنابراین فرزند آخری. خواهر دارم. اوکی. بله، با فاصله 9 سال و 7 سال و 1 سال و نیم دو تا خواهر و یه برادر. بسیار خوب. چی خوندید؟ چه میکنید؟ من لیسانس زبان انگلیسی آموزش رو خوندم و اینکه به تدریس حالا به عنوان پارت تایم جاب مشغولم، چون که حالا شرایط بهتری برام نیست. و اینکه من 4 ساله توی حالا یکی از کلاس‌های آنلاین داشتیم، کلاس فرانسه‌ای که داشتیم، با یه خانم آشنا شدم که در واقع ایشون متأهل بود و متأهل بود. و اینکه نه نفهمیدم، خانمی که متأهل دو تا بچه داره، شما چه ارتباطی باش برقرار می‌کنید؟ خب دیگه پیش اومد. یعنی برید زندگی یک کسی رو، زندگی خانواده‌ای رو، بچه‌ای رو، فامیلی رو همه رو به هم بریزید، مگر داشتن رابطه با آدم‌های دیگه ممکن نیست؟ آخه حالا زندگی هم نبود که حالا به هم بریزه یا نریزه. نفر یعنی به شما چه مربوط، زندگی بود یا نبود؟ آخه عزیز من، زندگی بود یا نبود؟ اولا شما تا از کجا میدونید زندگی است؟ پر وگر یک کسی از زندگی زناشویش با وجودی که داشتن فرزند و همسر راضی نیست، ما باید بریم تو زندگیش؟ از چه بزنیم رابطه؟ از بین خیانته. پس زنی که به شما، به هم شوهرش خیانت کرده، به شما خیانت میکنه. چرا نکنه؟ چرا ما فکر کنیم ما استثنائیم؟ اصلا اون ذهنیت یعنی چی؟ من شوهر دارم، دو تا بچه دارم، با یه مرد مجردی رابطه برقرار کنه که بعدش چی بشه؟ بعد اصلا زندگی هم نیست. خودشون میخواستن و به گفته شما طلاق بگیرن. شما با یه زنی با دو تا بچه میخواد چیکار کنی؟ خب الان میگم خدمتتون. اول من شهر ماجرا رو بدم، بعد اگه اجازه بدین بفرمایید. خواهش میکنم. ما با هم حالا یواش یواش اول هم کلاسی بودیم، بعد با هم پیش رفتیم و اینا، و حالا یه رابطه شکل گرفت که مجازی بود، ولی خب ما هم دیگر تو طول این 4 ساله به خاطر که شرایطش پیش نبود 3 بار بیشتر نتونستیم هم دیگر رو ببینیم، به فاصله مثلا 1 سال 6 ماه 1 سال، حالا چون بیشتر هم این اواخر بود. و اینکه ایشون نمیخواست حالا با ایشون ازدواج کنه تو سن 17 سالگی و به زور حالا به اجبار با ایشون ازدواج میکنه و همسرشون دچار حالا ناتوانی میشن، یعنی از اول ضعف داشتن، ضعف جنسی رو، بعدا دچار ناتوانی میشن. و مثلا از همون موقعی که ما با هم آشنا شدیم اتفاق افتاد. و اینکه من که با ایشون آشنا شدم گفتم خب چرا حالا تو موندی اینجا، چرا مثلا نمیای چیز جدا بشی و مستقل بشی؟ زمینه که آخه این چه توصیه ای عزیز من؟ سب کنید، اولا همسر ایشون ناتوان شده، اصلا قبول. خب یا باید مشکل حل کنن یا جدا بشن، شما اینجا چه کاره ای؟ بعدم شما که در ظرف 4 سال 3 دفعه ایشون رو دید، چه مشکلی از مشکلات جنسی ایشون رو میتونستید حل کنید؟ نه من نمیخواستم حل کنم، من بهش گفتم که بیا جدا شد. میخواست بیا زندگی رو خراب کنی؟ چی عزیز؟ که تو بیا زندگی تو به هم بزن، طلاق بگیر، ما با هم باشیم؟ بله من همینو گفتم. ایشون چند سالشه؟ 2 سال و نیم از من بزرگتر، یعنی 31 سالش. 31 سالش. و خانواده شما با اینکه شما برید با یه زنی که شوهر داره، دو تا بچه داره، شاید هم کمی به خاطر شما طلاق بگیره بیاد،
خانواده تو موافقت کنید شما برید با ایشون ازدواج کنید؟ نه اصلا نه دکتر، یعنی من خب الان پس چی میگی؟ نکردم، فقط با یک از خب آخه کار عزیزم از آغاز تا پایان غلط و خرابه. حالا به من بفرمایید این خانم چهار تا سه تا سب کن سه تا ویژگی خوبشون که شما بهشون علاقه من شدید و به خاطر اون خواستید زندگی اونا رو به هم بریزید، دو تا بچه رو از پدر و مادر دور کنید تو زندگیشون به هم بریزید، چی مثلا سه تا ویژگی خوب این خانم چیه؟ سه تا صفت خوب این خانم. بله از ظاهرشون و به هر حال جنبه سکشوال و فیزیکالشون خوشم میومد و میاد. خوب. و اینکه ایشون منو دوست داره، منم ایشون رو دوست دارم و اینکه ما خب چیه ایشون رو دوست داری؟ اصلا کوچه هم روی هستیم چیه؟ دو تا آدم خیانتکار هم روی هستید؟ حالا خب قبول، من معتاد هروئینم اون کوکائینه، اینکه چیزی نه. حالا به من بفرمایید سه تا صفت خوب این خانم چیه؟ من میخوام ببینم این علاقه شما به این آدم به خاطر چیه؟ برو آدم تو با یک کسی آشنا نشه که علاقه من نمیشه عزیز، برای اینکه شما یک کسی زن زیبایی ببینید خوشندومی خوشتون بیاد که همه مردا همه زنای همچی احساسی رو راجع به همه دارن، ولی که اجازه نمیده برن تو زندگیشون. شما تو خیابون هم برید ده نفر هم میبینید که خوبن. حالا هنوز من دیدم میخواد، من میخوام یک کمی تو رو بشناسم، سه تا صفت و ویژگی خوب این خانم چیه؟ خب من اگه بگم مهربون بودن که شما میگین نبودن، حتما نیست، برای که دشمن خودش و دشمن بچه هاشه. مهربون خب معلومه که نیست. مهربون کسیست که با خودش بد نمی کنه، مهربون کسیست که با به خودش خیانت نمی کنه، مهربون کسیست که به بچهش خیانت نمی کنه، حالا شوهر هیچ، مهربون کسی نیست که به خانوادهش خیانت نمی کنه. مهربونه بچه مهربونی؟ این که لیلی به لالای تو میذاره، تو رو مثلا دوست داره، یه کاری برای تو میکنه، که اسمش مهربونی نیست عزیز. خب حالا غیر از مهربونی دیگه چی؟ خب غیر از مهربونی چی دیگه عزیز؟ مثلا ما خیلی با هم میگم هم روحیه بودیم، با هم زیاد میخندیدیم. خب معلومه میخندی، چون این همه پسر و دختر دور هم جمع کنید تمام روز به هم میخندن، با هم رابطه جنسی خیلی خوبی دارن. امتیاز ایشون چی بود؟ آخه ایشون دو تا عیب داره عزیز دل، شوهر داره، توی کشوری مانند ایران است که این اصول معنا داره مطرحه، دو تا بچه داره، مسئولیت آینده و زندگی اون بچه ها چی؟ شما با خانوادتون چی کار میتونید برای ایشون میکنید؟ تازه ایشون سنش هم از شما بیشتره. خب حالا به کجا رسیده این رابطه؟ حالا الان رابطه کجا؟ چون تو دلت میخواست توضیح به سبگو، من دیگه قطعت نمی کنم، هر جور دلت میخواد داستان رو توضیح بده، چون فکر کنی با توضیح داستان که به جایی نمیرسی. به من بگو چگونه آغاز شد، چگونه ادامه پیدا کرد، به کجا رسید؟ بگو عزیز. خواهش میکنم آقای دکتر، این ما رابطمون هی کات میشد، برای اینکه به این میگفتیم این غلطه و بعد هی مثلا کات میکردیم و باز دوباره دلمون تنگ میشد و هم برمیگشتیم و بیشتر این اتفاق از طرف من افتاد، یعنی شاید 95% من بودم، شاید 2-3 بار ایشون این کارو کرد و هر سری هم که من برمیگشتم ایشون پذیرای من بود، یعنی جواب منو میداد و اینا و با روی باز و اینکه این ادامه پیدا کرد تا اینکه ایشون اومدن از اون مریض شدن به خاطر فشار عصبی که روشون بود، چون همسرشون یه خانواده فوق مذهبی توی شهر خیلی کوچیک و حالا مرتبط با حکومت و به قول شما برده میخواستن از زن و همچین تعبیری همچین شرایطی بود که اصلا نمیخوام کلاس بری، نمیخوام بیرون بری، اصلا کار کنی و فقط تو خونه باشی و اینا و یا مثلا حجاب دیگه نخه مود اگه پیدا شده مثلا دیگه حالا هیچی، با وجود که ایشون حجاب کامل داشت و ایشون اومد مریض شد، یعنی به خاطر فشارهایی قش میکرد اینا، بعد دیگه رفت دکتر و اینا قش میکرد تحت دارودن، مثلا یه لحظه مثلا میخورد زمین مثلا تو چ
چند بار فرصت رفت دکتر. عزیز من یه لحظه میخورد زمین که این به خاطر فشار این نیست که فرض کنید که بهش برگشتن یه چیزی گفتن، یعنی چی عزیز؟ میخورد زمین؟ آخه این به بیماری گرفتاریه. فشار عصبی که اون مدت دچارش بود. آخه عزیز دل، عزیز دل، عزیز دل، آدم ها به خاطر فشاری که روشون هست که قش نمی کنن قربونه. خانم مریض از یه جهت دیگه به دلایل دیگه. خب حالا هرچی. خب بعدش چی شد؟ آخه دقیقا با این صحبتش یکی بود تایمش که من گفتم تو بیا این کارو بکن جدا شو، اینم اون اتفاق براش افتاد و رفت دکتر و دیگه اومد خونه پدرش اینا و به اون آقا گفتن میخوام جدا شم و اینا، که اونم سخت وایستاده میگه من نمیخوام کارو بکنم. بچه ها چند سالن؟ 7 ساله و 10 ساله، 7 ساله دختر و 10 ساله پسر، که حالا بچه هاش هم مشکلات خودشون دارن، مثلا حالا نمیخوام وارد اون بشم. و این قاطع ادامه پیدا کردیم، ما بهم گفتیم نه این رابطه خوب نیست، دوباره برم گشتیم و میگم بیشتر از جانب من بود. و اینکه سری آخر دیگه، یعنی 1-2 ماه پیش، من و وقتی من دیدم این جریان جدی شد بهش گفتم که من واقعا فکر میکنم اون موقع از رو هیجان یه چیزی بهت گفتم که بیا بعد ما هم ازدواج میکنیم، من دو تا بچه تا حتی تو خونه خودم که البته نداشتم، نه خونه ای دارم نه شرایطی دارم که بخوام در حال حاضر بخوام کار انجام بدم با شهر ایران، البته من میخوام مهاجرت هم کنم آقای دکتر. و اینکه گفتم حالا بیا من اونا رو جور اونا رو هم میکشم یا مثلا هزینه اونا، یعنی تو ای که در سن 28 سالگی هنوز خونه و زندگی نداری به یه زنی با دو تا بچه میگی که بیا من جور شما رو میکشم، من تو کشور خودم به جایی نرستم، حالا میخوام بریم مهاجرت کنیم یه جای دیگه، من برای شما زندگی درست میکنم؟ آخه اینقدر آدم دور از واقعیت، اینقدر دور از انصاف که من دارم در حق دیگران چه میکنم؟ به صرف اینکه خوشم اومده رابطه جنسی روحیه‌مون با هم کنم. کدوم روحیه؟ یه زن بیمار خلوچل و دیوونه که دست به همچه کار زیر فشار، خب تو اون زندگی طلاق بگیره ولی با تو چرا باید رابطه داشته باشه؟ بعد آخه چجور زندگیشو اداره کنه؟ عزیز آخه یه ذره واقع بینی میخوام. تو هم یه بچه آخر لوس نونور که چون یه چیزی رو میخوام باش داشته باشم. حالا بذار ما پیام ها رو بشنویم برگردیم. من گفتم بذارم هرچی تو دلت میخواد بگی، ولی آخه چجوری میشه آدم این حرفا رو گوش بده که ما هی میدونستیم کار بدیه ولی باز میکردیم؟ یعنی وقتی بده برای ببین عزیز، من میتونم کار بدی بکنم وقتی مسئله خودمم، ولی من نمیتونم دو تا بچه دیگر رو نابود کنم، دو تا آدم دیگر از پا در بیارم به خاطر خودخواهیم و هوسم. اون کجا جا داره؟ رو خط باش آخه نداره عزیز من، آخه نداره. ولی بذار پیام ها رو بشتبیم برگردیم، به من هر گونه که دلت میخواد بگو چه خبره و اصلا برای چی آمدی رو خط، پرسش چی؟ آقای دکتر من الان مشکلم اینه که ما باز این هلاکات ادامه پیدا کرد و سری آخر این بود، حرفم این بود که حالا مثلا من برمیگردم تو منو جواب نده و اینا، تو چرا حالا جواب میدی؟ و اونم گفت باشه من دیگه تو اگه برگشتی جواب تو نمیدم و همین اتفاقم افتاد. و که حالا من سری آخر برگشتم گفت دیگه اصلا این رابطه کار نمی کنه. حالا من فکر میکردم که تو خیال خودم فکر میکردم کار میکنه، ولی الان میبینم که خودت هم میگی نمیکنه، یعنی آینده قرار نیست من و تو هم داشته باشیم، بنابراین رابطه رو تمومش میکنیم. بعد من اونجا خیلی حالم بد شد، یعنی همین چند روز پیش، چون که هیچ وقت تموم ما نمی کردیم و من بزن این که گفتم الان هم یه خواستگارم برای من پیدا شده و اینکه فهمیدن مثلا من قرار طلاق بگیرم اینا، مثلا گفتن حالا اگه طلاق گرفتیم ما تو رو از قبل میخواستیم و اینا. و من آخه این چه دکون دروغیه که این خانم حرفش اینه که من هنوز طلاق نگرفتم خواستگار ایستاده دنبالشه؟ خب این که حق بازیه، این که عرض کنم شما همتون یه فریبکارید،
چی تو ایران یه زنی شوهر داره با دو تا بچه، شنیدن میخواد طلاق بگیره، خواستگاری که از قبل میخواسته بخواد بیاد جلو، این زن رو با دو تا بچهش بگیره با همه این گرفتاری و مشکلات در یه جامعه مانند ایران، و تو هم ساده باور کردی. آخه آی دکتر، اتفاقا تو به نظر من تو همین ایران امکان همچین اتفاقی عجیب معلومه فقط. معلومه اتفاق عجیب و غریبی نیست از معلومه، هیچی دور از ذهنی. این چه نگاهیست که تو میکنی؟ تو واقعیت رو نادیده میگیری؟ بعد من حرفم میگم اون دخترک اصلا یک کسی هم چه حرفی زده اصلا یک کسی گفته این های طلاق بگیره من میگیرمش. خب بعد حال تو بد شده از چی؟ از یه رابطه غلط، از یه رابطه خیانت، از یه رابطه‌ای که آدم داره به بقیه آسیب میزنه، از یه رابطه‌ای که امکان ادامه نداره، از یه رابطه‌ای که پایان نداره، از یه رابطه‌ای که دیر یا زود با مسائل مشکلات شما روبرو میشید. شما یا یعنی اصلا فرض کنید اون مرد این زن رو طلاق داد و تموم، شما میخواید چیکار کنید؟ من این چند روز که با خودم فکر کردم، البته یکی از دلایل دیگه هم که یعنی حالم بد شد این بود که فکر کردم دیگه اینو هم برای همیشه از دست دادم، و اینکه این بعدش هم میخواستم برم حالا صحبت کنم، یعنی با خودش قرار بذارم که تو من بعدا بیام قضیه رو جدی کنم بعد از که کارت تموم شد. این چیزی بود که حالا تو ذهن خودم هست. عزیز من، اصلا تو حرف من متوجه شدی، ایشون اصلا طلاق گرفت، شوهرش هم طلاقش داد، دو تا بچه پلو کی میمونن؟ بچه 7 ساله و 10 ساله پلو کی میمونن؟ تو چی کار میخوای بکنی با اینا؟ خب آقای دکتر، برای همین تماس گرفتم با تون. یعنی برای چی تماس گرفتی؟ عزیز دل، راهی وجود نداره. شما سراپا کار غلطه، بده، اشتباهه، سرانجامی نداره، به هیچ جا نمیرسید. دو تا آدم خودخواه به جون هم افتادید. خودخواه، اون خودخواهی و خشمش از فشاری است که روش هست آمده، با وجودی که به قول تو ظاهرش هم باید مواظب باشه، نمیدونم محجبه هم هست، همه چیز هم توی خانواده مذهبی هم از زیر فشار هست، بهش هیچ اجازه نمیدن، آمده با یه مردی در حال که دو تا بچه داره خیانت میکنه. اون که تکلیف اون، تو هم از راه رسیدی به صرف اینکه این خانم از نظر ظاهر و زیبایی، چون چیزی دیگه که در آغاز پیدا نیست، خوبه، آمدی همچی خطری رو قبول کردی. توی کشوری هستی که یه ذره براتون پرونده درست کنن، خودتم گفتی ارتباط داره، میتونید گرفتار بشی تا پای مرگ. بعد حالا اصلا من میرم نوع خوبش نگاه میکنم، ایشون جدا شد با دو تا بچه، تو بخوای چی کار کنی؟ میخوای با این خانم ازدواج کنی؟ با کدام امکانه؟ کردم برای این که آها، فکر کردی چی؟ فکر کردم که به خاطر که از دستش ندم و اینکه میخوام با این باشم. عزیز من، تو اصلا اینو نداری که از دستش بدی. شما دو تا دیوونه اید که به هم گره خوردید، دو تا آدم خالی، تنهای، خشمگین و خودخواه. خب میدونم آیدش. چی از دست دادی؟ چی از دست بدی؟ دست مال تو نبوده که از دستش بدی. نه آی دکتر، من میدونم که ما به هم گره خوردیم و اتفاقا 4 سال هم هست که این قضیه هست و خیلی هم بد گره خوردیم به هم. یعنی خب من چجوری واقعا میتونم اینو رها بشم؟ من الان میخوام، یعنی اگه بتونم، ولی من فکر کنم نمیتونم. یعنی اینکه چون تو نمیخوای، چه نمیتونی که از ایشون جو عرض. ببین عزیز، تو یه خودخواهی هستی مثل یه بچه‌ای که یه چیزی رو میخواد که خطرناکه، 10 برابر از اون که فایده و لذتی داشته باشه رنج و درد داره. به علاوه من همیشه در ارتباط یه نفر با خودش میتونم بگم هر غلطی میخواد بکنه، هر اشتباهی بکنه، تو در اینجا وارد زندگی آدم ها میشی، برای خانواده تو، خواهر برادر تو، پدر مادر تو، فامیل تو چجوری به تو نگاه میکنن که با یه زن شوهردار رابطه برقرار کردی، اونا طلاق گرفتن، حالا تو بخوای با اینا چی کار کنی؟ من سوالم اینه که تو میخوای با اینا جان؟ مگه مهمه که حالا چجوری به من نگاه کنن؟ اصلا هیچی مهمه، اصلا هیچی مهمه، نه نه
پدر مادر شما هم نگاه میکنن این نگاهی که من میکنم، آدم خودخواه، آدم نادان، آدم بیمار، آدمی که همه اصول رو میشکنه، آسیب میبینه، رنج میبره، از توش هم یه چیز بدی در میاد تا از با در میاد. نه حق با تو، قبول، اوکی، اونم نگاهشون هیچ. شما میخوای با این زن و بچه از ذره زندگی، از ذره یه خونه ای که بگیری، غذایی که داشته باشی، لباس، با چی کار بکنی؟ آی دکتر، خب تو ایران که شرایط، یعنی حالا شما گفتین تو 28 سالت، تو 29 سالت بود مثلا، هیچ امکاناتی نداری و خب اصلا طبیعیه آی دکتر، طرف 38 سالشه، اصلا نمیشه، حتی پدر منم خونه نداره از خودش. خب من که گفتم خونه داشته بود، من میگم درآمد داشته باش زندگی بکنم، مثلا خونه نمیخوام، پول اجاره رو بده. همون درام همونم واقعا نمیشه، خیلی سخته، یا خیلی کمه، نه که نیست. و نمیدونم بابت این سوالی که فرمودین گفتم که عزیز دل، من میخوام بگم این خانم آزاد، تو بخوای فردا چی کار کنی با این زن و دو تا بچهش؟ نمیدونم، گفتم برم یه کاری پیدا کنم، یه کاری که حالا بیشتر خودم فشار بیارم. اوکی، کار خوب، برو کار بکن، درآمد داشته باش. میخوام مثلا چه کاری تو از اوتش برمیاری؟ های دکتر، الان من سر اینا با شما میدونم، من بحثی ندارم، میدونم که کارم چیزم غلطه و همه خودخواهی خودم هم قبول دارم، تو رابطه بایشون متوجه شدم، ولی الان بحث من اینه که من واقعا مثلا آقا من امروز بهشون میگم بیا کات، چون دوباره جوابم داد و اینا، گفت فقط با هم، گفتم دوست بمونیم، گفت باشه. من الان سوالم اینه که شما لطف کردین زمان گذاشتین برای من، من چجوری واقعا بتونم دوره اصلا ردش کنم و دیگه برن اگر من نمیتونی با این افکار آقای نمیتونی عزیز، درست بسی که بگی من با این دانشی که دارم، آگاهی دارم، میخوام حالا یه جراحی بکنم، چجوری این کار بکنم؟ شدنی نیست. تو با این ذهنیتی که داری فقط میتونی یه چیزایی رو برای خودت و دیگران خراب کنی، هم داری کرد، چیز نمیتونی بسازی. تو اگر فکر میکنی که من یه راه حلی دارم که به تو بگم تو بدونی که رنج ببری یا درد بکشی یا احساس بدی بکنی از این رابطه میتونی بیای بیرون، اصلا با حرفایی هم که میزنی کاملا نگاهت معلومه که یه نظام ذهنی داری که تا یه جا گیر میافتی به چیزی شبیه یا عکسش میرسی، وارد اون بحث هم نمیخوام بشم، ولی پیچیده مثل عملی میمونه عزیز که دیر یا زود تو رو گرفتار میشه. برام توضیح بدید آی دکتر، اونی که فرمودین شبیه عکسش هیچ معناش عبارت از این است که تو حرفایی که میزنی، من دارم به تو میگم که تو چجوری میخوای زندگی رو اداره کنی، که خیلی ها ندارن، بابام هم نداره، دو آدم های اصلا 40 سالشون هم هست نه، خب ندارن، دارن رنج میکشن، این که نمیشه مبنای بس، پس اشکالی نداره ما با هم باشیم، فردا میخواید با این زندگی کنی، اصلا نظر عقیده دیگران هم مهم نیست، صبح بچه بلند میشه نون نداره، کفش نداره، میخواد بره مدرسه، یه تومن میخواد داشته باشه بره اونجا یه چیزی بخوره، کسی این پول رو نداره، خانواده اون زنم که به همین جوری شما راه نمی کنه، برای شما توی کشوری هستید که میتونی به زحمت بیفتی، پس من آی دکتر یعنی نمیدونم چجوری باید نظرم و ذهنیتم رو عوض کنم، و اصلا من متوجه این نمیشم که شما میفرمایید که با این ذهنیتت نمیتونی کار کنی، یعنی نمیفهمم یعنی چی، بلکه اصلا به ارتباط به واقعیت نداره عزیز. عزیز دل، من یه قاعده دارم، کاری رو که نمیخوای تموم کنی، نمیتونی تموم کنی، نباید تموم کنی، نباید شروع کنی، چون یه کاری که سراپا غلط بوده رو اونم توی جامعه مانند ایران شروع کرد، خب معلومه پایانش بده. حالا اصلا من گفتم همه چیز به میل شما دوتا، ایشون طلاق گرفته آزاد با دوتا بچه، چگونه شما میخواید خوب و خوش زندگی کنید؟ نمیشه، درست میفهمم، میدونم. خب بعد اصرار داری که من یه جوری میخوام بشه؟
نه واقعا، یعنی شاید اون اصراره به خاطر وابستگی یا نمیدونم وسواس گیر دادن یا معلومه گرفتاری و بیماریه. من که تشخیص نمیتونم بدم. اون دخترم همینجوری برای من معطل موندم که فکر میکنه داره چی کار میکنه. بعدم دو تا بچه این وسطن عزیز، آدم قهد که نیست. شما اومدی ببین من چجوری رها بشم، اصلا جرایی نداره، چقدر بده این کار، اصلا جرایی نداره تو رو رها بشی. کسی که میتونه به شما بگه کاری که خودت میدونی بده غلطه رو یکی دیگه به تو بگه جراش بگه نمیتونم. اصلا قصه نمیتونم نیست، قصه نمیخوامه، ولی تو مسئولیت شازه نیستی قبول کنی. ما تو دنیایی هستیم که زندگی سخت و مشکل. خب معلوم گفتم از آغاز بچه آخری یه جوری خشمین طلبکار ناراضی بار اومدی، بعدم یه چیزی تو ذهن و سر خودت کردی، شما دوتا به هم قلاب شدید، گره خوردید، ولی این گره بالاخره هر دوتاتون رو با دوتا بچه دیگر رو با آدم های دیگر رو خفه میکنه. یه پشتبونیست که 10 متره، شما دوتا تصمیم گرفتید از این ور 12 متر را 11 متر را برید، خب 1 مترش که پا گذاشتید از اون بالا میفتید پایین. حالا پشتبون 1 طبقه باشه یا 10 طبقه، یا دست و پاتون میشکنه یا میمیرید، ولی پایان خوب و خوشی که نداره عزیز. چونه میزنی برای چه چیزی؟ برای یه کاریست که شدنی نیست؟ مثل آدمی که مرده بردن خاکش کردن، که حالا میشه یه شب او رو بیارید فردا شب تو مهمونی، بعد دوباره بفرستی بهش تو قبر. تو داری حرفای از این قبیل میزنی، متوجه نیستی. بعدم به بهانه اینکه در ایران اینجوری روابط اون گونه است، آقا همه هست، ولی همینجاست که بدبختن، رنج میبرن و رنج میدن، لذت نمیبرن و لذت نمیدن، پشیمون میشن، به هم میریزن، از پا در میان، دیگران رو آزار میدن، زندگی ها رو خراب میکنن. یه دنیاییست که واقعیتی داره عزیز. شما تو کاملا واقعیت رو نادیده گرفتی. من بارها گفتم نمیخوام این حرف تکرار بده. 23 سال و نیم رقعت رادیو تلویزیون با بیش از 41,000 42,000 نفر صحبت کردم، به یه دلیل واقعیت. شما واقعیت نادیده گرفتی. یه زنی شوهر داره، تمام. تو حق نداری نگاهش کنی. چرا به این فکر بیافتید که با هم دوست بشید، رابطه داشته باشید؟ اون شوهر داره، دو تا بچه داره، این همه 1000 تا دختر ریخته، 1000 تا مرد ریخته، بعد ایشون اصلا طلاق بگیره، بعد هم زن هر کی میخواد بشه. ولی شما اون کارا رو همه رو خراب که الان کسی هیچ برای هیچ روانشناس دنی پورم به هیچ کس نده، چون هیچ کس نمیتونه کاری بکنه که تو از این رابطه بدون درد و رنج بیای بیرون. ولی با موندنش هم فقط کار رو برای خودت و بقیه مشکل تر میکنی و با مسائلی میتونی جدی روبرو بشی، حتی خطرناک. یه چیز بهت میگم، گوش کن. هیچ کسی در دنیا ارزش اینو نداره که ما زندگیمون رو یا قسمت مهمی از زندگیمون رو به خاطر او تباه کنیم، فدا کنیم و از بین. هیچ کسی، هیچ وقت. و شما دوتا دارید این کار رو. انقدر حالا تو اون لحظه ای که مثلا حالم بد بود به هم فشار وارد می شد، حالا نمیدونم این حساب میشه یا اصلا حساب نمیشه، ولی مثلا اون لحظه اگر شاید یه نمیدونم کلتی هم به هم می دادن یا مثلا می زدم به خودم. ممکنه، برای که عزیزم آدم ها دو گونه خودکشی میکنن، یکی یه بار خودکشی میکنن، یکی چون خودکشی به تدریج رو شروع کردی، شما یه کار راهی رو شروع کردی که این مثال پشتبون منه، ما بهش کیم gradual suicide، یه نوع خودکشی تدریجی، برای به راهی قدم گذاشتید که پایانشون. من میفهمم، ولی تو جمله منو نخواستی بشنوی. و یه آدمی که 50 سال کارش اینه، هیچ کس این ارزش رو نداره، هیچ کس، که آدم زندگیشو به خاطر او تباه که کلت اگر دستش بود بزنه خودشو بکنه که چی بشه. آدم اومده تو این دنیا مرد و زن زندگی و مبارزه باید باشه، اونم برای یه چیز خوب و درست، نه چیز بد و غلط. شما به راهی قدم گذاشتید که بد و غلط، پایین خوب و خوشی هم داره. بذار اینو بهت بگم، اصلا یه اتفاقی بیفته، تو بلیت بخت آزمایی ببری، 100 میلیارد تومن هم پول پیدا کن،
دو تایی هم با هم ازدواج کنید، مطمئن باشید 5 سال دیگه با هم نیستید، برای که شما همه چیزای خوب رو خراب کردید. همه چیزای خوبی که بین خودمون بوده؟ اصلا همه چیزای خوبی که هر دوتون میتونستید تو زندگی داشته باشید، توی که میتونستید تو زندگی داشت باشی، دختری باش آشنا بشی، عاشقش بشی، تشکیل خانواده بدی، بچه هاتو داشته باشی، تو همه اونا رو خراب کردید. آها، من دوچار خشم میشم. من از این بابت که اینا رو ندارم خشمگین میشم و نه بحث خشم نیست، اصلا این است که همه اینا رو میتونستی داشته باشی عزیز. خیلی از اوقات مسئله نیست که ما کار بدی میکنیم، مسئله اینه که چیز خوبی رو خراب میکنیم. بنابراین تو یه جمله گرچه وقت مدتی گذشته، سوالت از من چیه؟ ای سوال اینه که من چیکار کنم یا من به تو بگم چیکار کن که تو رنج نکشی؟ من اصلا چی راهی ندارم عزیز. جناب دکتر، من عرض کردم که واقعا نمیخوام الان حرفی که بزنم بازی در بیارم یا مسخره بازی در بیارم، ولی واقعا من چیزی که پیش خودم فکر میکنم اینه که تا آخر عمرم من نمیتونم از این رها بشم، از این ماجرا. و حالا اصلا همچین چیزی در خصوص انسان درست نیست. همه احساسهای انسانی با گذشت زمان کمتر و کمتر میشه، بعدم از بین میره. شما از حالا تصمیم گرفتی که 20 سال دیگه من اینجوری هم، چی کارت کنم عزیز؟ تو همینجوری جهان رو برای خودت میسازی، یک دنیای هپل هیپو بیمعنی برای خودت داری در خصوص انسان و رابط و همه چیز. حالا اصلا بیاییم فرض تو، بعد بخوای ازش چه نتیجه ای بگی؟ نه هیچ نتیجه، فقط میخواستم از شما بپرسم که واقعا اینجوریه و اینکه من مثلا چقدر میکشه که من آدما بچه‌شون مرده، بعد از یه مدتی یادشون میره بچه‌شون مرده، جلوشون تیکه تیکه شده، فراموش میکنه. تو چی داری میگی؟ انسان یه نعمتی داره به اسم فراموشی، برای هیچ چیزی که در لحظه اتفاق همینجوری برای همیشه باقی نمیمونه. عزیز تو یه چیزایی برای خودت ساختی، یه دنیایی. فاصلت با اون خواهر یا برادر بزرگتر از خودت چقدره؟ با بچه سوم 1.5 سال، با بچه دوم 6 سال، با اونم 9 سال. یا نه اون چون چیز خاصی توش نمیرم. حالا برقا پرسش از من چی عزیز؟ آی دکتر، همین دیگه. من این سوال یعنی اصلی این بود که چی؟ یه قضیه کوچیکه. عزیز من، عزیز من، عزیز من، من توی حادثه تصادف که هیچ تقصیری نداشتم میتونم فلج بشم، تمام عمرم رو چرخ باد بشم، 50 سال. دنیاییست از در روانی هم اصلا فرض رو بر این میگیریم که شما با کار غلط غیر واقع بینانه یا غیر عاقلانه خودتون توی همچی چای انداختید. قبول اصلا میمونید دیگه، چکار کنید؟ کسی کاری براتون نمیتونه بکنه. بعد به من گفتم اصلا قبول، شما اصلا به هم برسید، شما فکر کنید شما با هم زندگی خواهید داشت؟ هرگز. شما امکان نداره 2 سال بتونید با هم و کنار هم زندگی کنید. آی دکتر، میشه اینم برام توضیح بدید که چرا؟ برای که دوتاتون غیر واقع بینانه عمل میکنید، برای اینکه دوتاتون یه چیزایی میگید که شدنی نیست. مثل اینکه میگید میام کفش کاغذی درست میکنیم، میریم یه مغازه میذاریم، از هر کفاشی بیشتر فروش میگه. من چی کارتون کنم عزیز؟ شما حرفایی میذارید که آدم تو تیمارستان ها میشنوه. آی دکتر، من مشکلی که دارم اینه که حالا خالی تنها بودن رو دارم و امروز با خواهرم که صحبت میکردم که تو کنفرانس شما بود تورنتو، گفتم که مثلا آقای دکتر هلاکویی همیشه لطف میکنن راجع به مسئله صحبت میکنن که مثلا به یه شنونده میگن چون خیلی بد خالی و تنها هستی. خب ما اینو الان فهمیدم من، و ولی خب آقای دکتر، من چجوری میتونم نباشم؟ حالا من یه آسیب خوردم یا به هر یعنی چی میتونم نباشم؟ عزیزم خالی و تنها بودن راهش پر کردن با آشغال نیست. خالی تنها بودن عیبش اینه که با یه آدمی من پر میشم، ولی بعدن چون شیء خارجیست بیرونش میاندازم داغون میشم. آخه پشتم داره ماجرا. به فرض برای میگیم تو خالی تنهایی، تو باید بری برای روانشناس کار کنی از خالی تنها بودن در بیای.
تو آمدی عزیز گیر را دید، یه نوع اصلا وسواس نیست، یه نوع خودخواهیه، بعدم کاملا علائم بوردرلاین پرسونالیتی رو نشون میدی، شخصیت مرزی و مرزی و ناپایدار. بس تو حد و مرز نمیشناسی. تو اگر مالی تو خیابون فکر کنی خیابون مال توه، تو اگر رفتی توی رستوران در ببندی هیچ کسی که تو نیاد. آقا یه ذهنیت این گونه داری به من میگی، بلکه اصلا یعنی چی؟ من تست MMPI دادم یا تست دیگه بوردرلاین نبودم. های دکتر تو تست MMPI تو چی در اومدی؟ یادم نیست، ولی مثلا تو دوره سربازی که حالا یه سری قانون ها رو من مخالف بودم اینا، هم گفتم آنتی سوشالی، گفتم خب اگه مثلا قوانین نه من با سر سب کنه از من با سربازی و من تو بگی تست MMPI داری، میگم جواب تست چیه، میگی یادم نیست، آقا من چی کارت کنم؟ خب چیز خاصی نبوده. خیلی تو چیز خاصی، تو چیز خاصی نبوده، تو همه جات خرابه. تو زمین افسردگی دا چی؟ پی دی بالا بود، نمیدونم چی هست توی پی دی. پس برای چی رفتی پر تست؟ پس برای چی رفتی تست دادی؟ خب باید اون آدم برای توضیح میداد که هر کدوم از اینا یعنی چی. حالا حرف آخرت با من چیه؟ همین که من خالی تنها بودنم و ببینید آقای دکتر الان تو ایران مشاور زیاده. نه بس نرفت تو بالا، رفت دنبال بهانه میگه. خالی تنها بودنت رو مثل که برگردی بگی من میخوام برم فرانسه، فرانسه برای زنم میره فرانسه. خالی تنها بودنت رو میگیم فرض میگیریم که اصلا مسئله این حال کاری به اونه، حالا میره پلو روانشناس کمک، یه روانشناس آقا تو ایران هم روانشناس 100 تا هست که میتونه کمکت کنه. خب باید چی کار کنه که من بدونم اون اگه کارش نیست نرم پیشش؟ اصلا همشون این کار میتونم بکنم جان عزیزم. تو دنبال بهانه میگردی قربونه، تو که اصلا نه دنبال واقعیتی نه دلیلی، تو صرف نفت این دلیل کنی. مثلا من وقتی تنها میشم میرم تو همین روابط، یعنی دائما این اتفاق میفته. آره منم هر وقت که تنها میشم میرم عرق میخورم برم تو خیابون چاقو میرم. آخه این شده حرف؟ تو یه جوری عمل میکنی انگار مجبوری مرد دست از این بسخره باسی بردار، یه جوری عمل میکنی انگار یه نیروهای من این ور اون ور میبره منم هیچ کارم. نه تو هر آن همه چیز رو میتونی یه جور دیگه انجام بدی، هر آن. من تمام عمرم هر کاری کردم میتونستم یه جوری انجام بدم و تو نمی کنی نقب، تو فکر کنی این تنها راهیست که در مقابل من برو. آی دکتر شما همیشه فرمودین که مثلا آدم از درون باید الان هم از درون خودش رو بر کنه و با خودش خوب و خوش باشه. الان هم تو صحبتتون فرمودین که اگه شی خارجی میندازیش بیرون. خب این واقعا من برام سوال حالا بازی نیست، یعنی دوست دارم الان که تماس گرفتم باهاتون شما وقت گذاشتین اینو یکم برام بازش کنه که اصلا من بعد از یک ساعت چیو باز کنم عزیز؟ تو اصلا دنبال حل هیچ مسئله نیستی. بله من که وقت نمیذارم به یک کسی رو درستش کنم، من دارم به تو میگم مشکلی که تو داری احتیاج داری بری پروی روانشناس، هر روانشناسی هم میتونه در یه حدی حالا با صورت یک یا دو کمکت کنه، همین، رای دیگه ای هم نداری، ولی این کاره که دارید که خطره عزیز من. تو چیزی رو که مثل این که من برگردم رفتم تو خونه مقدار مار و عقرب و روتیل آوردم، میدونم هم که اینا بالاخره من و بچه هام و عزیزانم رو میزنن و میکشن، بعد بگم حالا یه راهی نشون بدید که از این اشتیاق من برای آوردن حیواناتی که کشنده هستند کمکم کنید که نیارم. عزیز تو داری اینقدر پرت و پلا میگی، تو میدونی این عقرب و ماره نیار بکشش، تو میدونی رابطه با یه زن شوهردار با دو تا بچه در با توجه به شرایطی که تو داری و او داره غلط و بده تمومش کن، رنج میبری ببر، مثلا اهمیت نمیدم که تو رنج میبری، همه ما همیشه داریم رنج میبریم، دنیا سخت و مشکله، تار و پودش هم درد و رنجه، سیدی خوش خشم و عصبانیت اساسش اینه،
دنیا رو اینجوری ساختن. تو حالا یه دنیایی میخوایی بدون دردرنج بر مبنای هوس و میلت هر کار خاصی بکنی، همه قواعد و قوانین رو بشکنی. تو کشوری زندگی میکنی که به خاطر اون میتونی هر دوتون کشته بشید. یعنی کاری تا این اندازه غلط و خطرناک برای چی شروع کردی؟ تو اینها رو نادیده گرفتی، حالا دنبال راه حل این است که اینجوری حل بشه. نه، منم به پیام هم رسیدم عزیز، به اندازه کافی حرف زدم. اگه دلت خواست این صحبت ها یه رفع دیگه بشنم، خواستی یه تجه نظری بکن در این احساس اجبار به کار بد و غلط که ابدا نداری، این از سرت خود دور کن. کار درست خوب و مناسب رو بکن، رنج هم میبری ببر. من اونجا مسئله اینم، رنج می